در این بخش از برنامه می‌پردازیم به گزارش خبری 24 ساعت گذشته. همکارم اردشیر این گزارش رو تهیه کرده که برامون ارائه میده. سلام می‌کنیم به شما، بفرمایید. سلام می‌کنم به شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی که در این ساعت با برنامه ایران به پا می‌خیزد همراه ما هستند. گزارش خبری 24 ساعت گذشته ایران رو به اطلاع شما می‌رسونم. بخش اول این گزارش به فعالیت‌های کانون‌های قهرمان شورشی اختصاص داره. تصاویری از عملیات کانون‌های شورشی در شهر کرمانشاه منتشر شد که تهاجم و انفجار در سپاه ضد نبی اکرم استان کرمانشاه توسط کانون‌های شورشی رو نشون میده. کانون‌های شورشی اعلام کردند این عملیات در پاسخ به حملات شیمیایی به دانش آموزان دختر انجام شد. خوبه یادآوری کنم که فرماندهی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه در همین قرارگاه ضد نبی اکرم مستقره و مأموریت اصلی این سپاه سرکوب قیام‌های شهری و نیروهای شورشگر به ویژه در کرمانشاه و جوانروده که تصاویری از جنایت‌های اونها علیه مردم جوانرود در قیام سراسری 1401 منتشر شد. یکی دیگه از مأموریت‌هایی که سپاه در این پادگان انجام میده اعزام مزدور به سوریه است. با هم تصاویر عملیات کانون‌های شورشی در شهر کرمانشاه رو ببینیم. دیروز هم اعتصاب کارگران صنعت نفت و پتروشیمی جریان داشت. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه اعلام کرد صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اساساً در اختیار سپاه و بنیادهای وابسته به خامنه ای است که با آزادی کامل کارگران را غارت و هر نوع اعتراضی را سرکوب می‌کند. خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در توییتی نوشت: درود بر کارگران اعتصابی صنعت نفت و پتروشیمی در گچساران، عسلویه، دهلوران، شیراز، بوشهر، لردگان، سیرجان، جاسک، کنگان، کرمان و سایر شهرها. در حالی کارگران و زحمتکشان میهن ما از حداقل حقوق خود محرومند و در شرایط طاقت فرسای معیشتی به سر میبرند که سردمداران رژیم ضد کارگری آخوندها و سرکردگان سپاه و آقازاده های فاسد اموال مردم ایران رو چپاول می کنند و برای حفظ نظام منحوس ولایت فقیه ثروت های کشور رو در پروژه های ضد میهنی اتمی، موشکی و جنگ افروزی خارجی به هدر می دن. تنها راه قیام و مقاومت برای سرنگونی و دستیابی به آزادی و عدالت و حاکمیت جمهور مردم است. توجه شما رو به تصاویری از اعتصاب کارگران صنعت نفت و پتروشیمی جلب می‌کنم. کمپین 1402 پتروپالایش نیروهای مخازن کیانسازه بنوار در حال تعدیل وسایل و تفریح کارگاه. سلام دوستان، امروز 2/2402 نیروهای پیمانکاری دهقان شرکت ماشینسازی ویژه سیرجان به کمپین سراسری پیوستند. سلام و خسته نباشید به تمام بچه های صنعتگر. امروز 2/2402 آغاز کمپین سراسری 20 شرکت جانپارس و پیمانکاری کارانگستر در شهر مصر سرچشمه اعتصاب کردن بچه ها و اینکه خیلی از بچه ها هم رن جواسون بیارن تحویل بدن. زنده باد بچه های ایز آقا. ماشاءالله زنده باد، زنده باد. آقا کسی هم نیاد این سم سر کار، کمپین برادرات تعطیله. شرکت ایده سازان پیمانکاری بوئری و باقری ما هم به کمپین پیوستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز شنبه 2/2/1400 نیروهای شرکت بر انرژی نفت سپاهان اصفهان در حال ترک کارگاه هستند. جهت همدلی و همدردی با کمپین 1402 امروز همه نیروهای بر انرژی شرکت رو ترک کردن، لوازمشون هم همه تحویل دادن. به امید پیروزی کمپین 2402 نهلیون به کمپین پیوستن، نهلیون به کمپین پیوستن. پروژه سایت ملامین لردگان، تخلیه و پیوستن به کمپین 1402. بچه ها در حال جمع‌آوری هستند از گروه مهندس فولادی شرکت پناه صنعت. موفق به امید پیروزی. دست بزنید، دست بزنید. تمام کمپین 1402 پتروشیمی گیسالان اسکافل بنده همه جمع شدن برای کمپین 1402. کمپین 1402 بچه های کارازی کسداران همه جمع کردن دارن میرن. هم شرکت پارسپیدال، پایدار، کنگان، پیمانکاری، شعبازی، نیروها همه تعطیل کردن. آوین، همه آوین جیزیان بارز دیدیم جوان مردانگی نیروها پتروشیمی صدف جان پارس. یک خبرم از گرانی‌های روزافزون. در حالی که سقف افزایش حقوق کارگران که از ماه خرداد قرار پرداخت بشه فقط 27% اعلام شده، معاون برنامه‌ریزی سازمان نظارت بر تاکسی‌رانی از افزایش کرایه تاکسی تا سقف 60% خبر داد و گفت افزایش 45% نرخ کرایه تاکسی بعد از عید فطر اجرایی می شود و نرخ کرایه تاکسی مربوط به موضوعاتی مانند شلوغی خطوط، زمان پیک سفر، شرایط آب و هوایی، کرایه ها می تونه تا سقف 60% افزایش پیدا کنه. بینندگان عزیز، این بود گزیده ای از خبرهای 24 ساعته گذشته ایران. ممنونم که با این گزارش همراه ما بودید. برنامه ایران به پا می‌خیزد رو همکارم ادامه میدن. بله، تشکر میکنیم از شما اردشیر. گزارش خبری 24 ساعته گذشته ایران بود که این رو با هم دیدیم.